حضور شما مردم عزیز و شریف ایران اسلامی سلام عرض میکنم. آرزو میکنم هر جا هستید تندرست و پیروز باشید. افتخار داریم همراه شما باشیم از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، هر یک از نامزدهای انتخابات حق دارند به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی خود و برنامه‌هایشان استفاده کنند. ترتیب پخش این برنامه‌ها از طریق قرعه‌کشی و با حضور نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است. در برنامه دیدگاه که همینک پخش خواهد شد، آقای محمد رضا عارف متولد 1330 یزد، تحصیلات دکترای برق و مخابرات، با مردم ایران سخن خواهد گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که فرصتی به من داده شده تا در خدمت شما هموطنان عزیزم باشم و مختصراً شما را در جریان برنامه‌های خودم به عنوان نامزد 11 انتخابات ریاست جمهوری قرار بدم. تشکر می‌کنم از زمانی که در اختیار من قرار داده شد. اجازه می‌خوام ابتدا مختصراً خودم را معرفی کنم و بعد کلیاتی در مورد برنامه ها به احتضار شما هموطنان عزیز برسونم. من محمد رضا عارف، متولد سال 1330 در شهر مذهبی یزد هستم. در یک خانواده مذهبی زندگی کردم. در طول دوران تحصیلم در یزد در کنار فعالیت های آموزشی فعالیت های مذهبی هم داشتم یا یک فعال اجتماعی بودم. در سال 1348 در مسابقات ریاضی در کشور اول شدم و در سال 49 با رتبه دومی وارد دانشگاه تهران شدم. در رشته برق تحصیل کردم. در سال 1354 با استفاده از بورس تحصیلی عازم امریکا شدم و از دانشگاه استنفورد مدرک دکترا رو در سال 59 گرفتم. بعد از ورود به کشورم ایران در مشاغل مختلفی فعالیت کردم. مدتی در شرکت مخابرات ایران خدمت کردم، معاون شهید قندی بودم. بعد به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شدم. فعالیت زیادی رو برای بازگشایی دانشگاه ها انجام دادم. در سال 68 مجدداً به وزارت علوم بازگشتم و معاون آموزشی وزارت علوم بودم. در سال 73 افتخار خدمتگزاری دانشگاه تهران به من داده شد. حدود 3 سال رئیس دانشگاه تهران بودم. در دولت اصلاحات ابتدا وزیر پست و تلگراف و تلفن بودم. حدود 34 ماه در این سمت خدمت کردم. با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام 2 سازمان مهم برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، مسئولیت این سازمان به عهده من گذاشته شد که یک تجربه بی‌نظیر و موفق برای من بود که بیشتر در جریان برنامه‌های کلان برنامه‌ریزی کشور قرار بگیرم و در دولت دوم اصلاحات در زمان جناب آقای خاتمی معاون اول بودم. منش مدیریتیم در کل اخلاق گرایی بود و حاکمیت عقلانیت. تلاش کردم با هماهنگی با بخش‌های مختلف با افراد مختلف فعالیت‌ها رو دنبال کنم.
ارزیابی دوستان از عمل کرده من عموماً ارزیابی مثبت بود، به همین دلیل ارتقای جایگاه معمولاً پیدا می کردم و خوشحال هستم که تجربه‌ای که در 3 دهه گذشته چه در امور اجرایی چه در عضویت در شوراها و نهادهای بالادستی مثل مجمع تشخیص مسلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان علوم و ریاست 3 انجمن علمی، من ریاست 3 انجمن علمی رو به عهده داشتم و عضویتم در کادر هیئت علمی دانشگاه صنعت شریف تجارب ارزنده‌ای رو در اختیار من قرار داد که بنا به تکلیفی که حس کردم و شرایطی که کشورمون الان باش رو برو هست، این افتخار رو پیدا کردم که به عنوان یک نامزد در این دوره از انتخابات شرکت کنم و اگر مردم خوب کشورمون تشخیص دادن افتخار خدمتگزاری اونها رو به عهده بگیرم. به نظرم با شناختی که از مشکلات و مسائل کشور دارم، شناختی که از پتانسیل ها و توانایی های کشور دارم، ارتباط خوبی که از یک طرف با نهادهای نظام، از یک طرف با نخبگان کشور و تعامل خوبی که با جریانات سیاسی کشور دارم، فکر میکنم میتوانم یک دولتی مقتدر و توانا تشکیل بدم که انشالله بتونیم کشور رو با توجه به سند چشماندازی که میثاق همه ما هاست به جلو ببریم و انشالله در افق چشمانداز به جایگاه اول در منطقه برسیم. من اجازه میخوام مختصرا شما عزیزان رو در جریان برنامه های خودم قرار بدم. ما برنامه‌ای رو تحت عنوان ایران فردا تدوین کردیم که تلاش کردیم و تلاش می‌کنیم که از طریق رسانه‌ها و سایت‌های مختلف به احتضار شما عزیزان برسونیم. این برنامه مبتنی بر 7 هدف راهبردی است. ما 7 هدف راهبردی رو در تدوین این برنامه که برنامه مشتمل بر 22 فصل است لحاظ کردیم. این اهداف عبارتن از شغل آفرینی و کاهش بیکاری. یکی از مشکلاتی که امروزه کشور ما باش روبروست، به خصوص جوانان و به خصوص جوانان تحصیل کرده دانشگاهی، مسئله بیکاری است. تقریبا اشتغال دغدغه همه هموطنان ما و همه خانواده هاست. ما با برنامه های خوبی که در نظر گرفتیم و طرحهای ویژه‌ای که در نظر گرفته شده که اگر فرصت شد به احتضارتون میرسونم، ما برنامه ریزی کردیم که حداقل در سال 1 میلیون فرصت شغلی رو ایجاد کنیم و ما فکر میکنیم فراتر از این هم میتوانیم برسیم که انشالله با تحقق این هدف نرخ بیکاری رو به یک عدد 1 رقمی خواهیم رسون. هدف دیگه مون افزایش قدرت خرید مردم و کاهش نرخ تورم هست. گرانی وضعیت بحرانی و نگران کننده ای رو در کشور ایجاد کرده. فشار گرانی تقریبا بر همه خانواده ها، چه خانواده های برخوردار چه غیر برخوردار، سنگینی میکنه. وضعیت لجام گسیخته ای رو تورم داره. ما برنامه‌ریزی کردیم که با استفاده از باز تجربه موفقی که ما در دولت اصلاحات داشتیم، ما در دولت اصلاحات نرخ تورم رو از 17.3% در سال 76 به 2.4% رسوندیم. برنامه‌ریزی کردیم که انشالله بتوانیم با استفاده از راهکارهای مختلفی که در برنامه اون دیده شده نرخ تورم رو به یک عدد 1 رقمی برسانیم. به احتضارتون میرسونم که در حال حاضر بیش از 160 کشور دنیا تورم 1 رقمی رو دارند و ما باید در یک زمان کوتاهی تورم رو مهار کنیم و به تدریج کاهش بدیم تا به عدد 1 رقمی برسه. مهمترین کاری که در این بخش میکنیم انضباط مالی دولت هست. مشکلی که در حال حاضر باش رو به رو هستیم رشد نقدینگی است. نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان در سال 1783 به عدد حدود 450 هزار میلیارد تومان رسیده. انضباط مالی رو به طور جد دنبال خواهیم کرد. اصلاحات ساختاری رو به طور جد دنبال میکنیم. برگرداندن اختیارات و اقتدار به شوراهای
کلیدی مثل شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد رو دنبال میکنیم. باید از تولید به طور جد حمایت کنیم. افزایش سرمایه‌گذاری که راهکارهای مختلفی رو برای افزایش سرمایه‌گذاری دیدیم از جمله کارهایی است که در ارتباط با این هدف مهم دنبال خواهیم کرد. افزایش درآمد سرانه کشور رو به طور جدی با راهکارهایی که در برنامه دیده شده پیگیری خواهیم کرد. ما باید ثروتمند بشیم. باید تولید ثروت کنیم. برای که عدالت اجتماعی که شعار اصلی انقلابمون هست تحقق پیدا بکنه باید ثروتمند بشیم. و ما بریم باوریم که باید ثروت رو بین مردم توزیع کرد و در این ارتباط رشد اقتصادی 8% رو پیش بینی کردیم با توجه به عملکرد دولت اصلاحات که رشد اقتصادی 5.7% رو داشتیم. باز رسیدن به این رشد عملی است و ما یک بار تجربه کردیم و انشاءالله این دفعه هم به این خواهیم رسید. توسعه عدالت و کاهش نابرابری در بخش‌های مختلف رو دنبال می‌کنیم. اقدامات خوبی در ارتباط با کاهش فاصله فقر و غنا یا فقیر و پولدار انجام گرفته ولی کفایت نمی‌کنه. باید جدی‌تر دنبال کنیم. ضریب جینی باید کاهش پیدا بکنه تا فاصله فقرا و اغنیا کمتر بشه. بین استان‌های برخوردار و استان‌های مرزی در امر توسعه اختلاف‌های زیادی است. ما یه برنامه ویژه‌ای رو برای توجه به نقاط مرزی دیدیم. برنامه‌ریزی کردیم که نوار مرزی به شعاع حداقل 100 کیلومتر رو با برنامه ویژه‌ای که تدوین شده توسعه‌اش رو دنبال کنیم. بنابراین هم به استان‌های غیر برخوردار و مرزی خواهیم رسید و به طور ویژه به استان‌های به نوار مرزی. مطالبات زنان جز اولویت‌های ماست. مطالبات به حق زنان عزیز کشورمون دارند. همکنون 55% ظرفیت دانشگاه متعلق به دختران عزیز ماست. ولی در برنامه‌های توسعه، در برنامه‌های مدیریت سهم ناچیزی خانم‌ها دارند. ما باید تلاش بکنیم نرخ مشارکت خانم‌ها رو در همه زمینه‌ها، زمینه‌های مدیریت، زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی بالا ببریم. یک از مطالبات جدی خانم‌ها همین هست. 18 میلیون زن خانه‌دار داریم. ما باید خانه‌داری رو یک شغل تلقی کنیم و مهم‌ترین مسئله بانوان ما بیمه زنان خانه‌دار هست که به طور جدی دنبال می‌کنیم. مطالبات دیگری دارن در پست‌های مدیریتی سهم زنان به هیچ وجه با آقایون قابل مقایسه نیست. باید تلاش بکنیم تا در مدیریت کشورم بانوان عزیزمون حضور جدیدتری رو داشته باشند. سیاست خارجی جزء اهداف راهبردی ماست. ما باید شرایط فعلی رو با تقویت دستگاه دیپلماسی کشور تغییر بدیم. باید بتوانیم با حضور فعال و کارشناسانه و قوی در مجامع بین‌المللی از حقوق به حق خودمون دفاع کنیم. ما متعلق به یک فرهنگ قدیمی و متمدن و یک کشور تاثیرگذار در منطقه هستیم. باید بتوانیم نقش کلیدی و محوری خودمون رو در مسائل منطقه و مسائل بین‌المللی به خوبی انجام بدیم. باید بتوانیم از حقوق به حق مردم خودمون دفاع کنیم. اما باید تعامل سازنده داشته باشیم. باید از زبان دیپلماسی برای تقویت ارتباط با دنیا استفاده کنیم. اولویت ما تقویت روابط با کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و جنبش عدم تعهد است. خوشبختانه الان ریاست جنبش عدم تعهد به عهده ایران است. ما می توانیم از این پتانسیل برای بهبود رابطه با کشورهای دنیا استفاده کنیم. می توانیم رابطه خودمون رو با کشورهای عضو عدم تعهد ارتقا ببخشیم و بعد به کمک این کشورها برای تقویت روابط با سایر دنیا گام‌های اساسی را برداریم. ما باید از حقوق به حق خودمون دفاع کنیم و در عین حال حقوق دیگران رو محترم بشماریم. ما باید پیاممون به دنیا صلح باشه و بر این باورم که رئیس جمهوری باید انتخاب بشه که بتواند پیام صلح مردم
عزیز کشورم رو به دنیا ارسال کنه و به دنیا برسونه تا بتوانیم انشالله روابط بهتری رو با دنیا داشته باشیم. ما باید ایران دوستی و ایران پذیری رو در دنیا دنبال کنیم. ما ابزار قوی در اختیارمون هست. باید از دیپلماسی علمی، دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی رسانه‌ای برای تقویت ارتباطمون با دنیا کمک بگیریم. ما در این ارتباط صنعت گردشگری رو جز اولویت‌هامون قرار دادیم. یک نگاهمون نگاه فرهنگی است. به هر حال گردشگری که بیاید در ایران و در جریان مهمان نوازی و مهمان دوستی ایرانیان قرار بگیره، در جریان تمدن ایران قرار بگیره، چه بخواهد چه نخواهد، وقتی به کشورش باز میگردد سفیر ما خواهد بود. ما باید از ابزار گردشگری برای تقویت روابطمون با دنیا استفاده کنیم. در این حال صنعت گردشگری یکی از اولویت های ما در بخش اشتغال هست. ما فکر میکنیم با فراهم کردن زیربناها و سازوکارهای لازم برای توسعه صنعت گردشگری میتونیم از این محل 200,000 فرصت شغلی داشته باشیم. ما به دنبال جامعه فرهنگی توانمند و شاداب هستیم. اولویت دیگر ما بحث سلامت هست. امروزه متاسفانه حداقل 70% از هزینه درمانی از جیب مردم پرداخت میشه. باید این هزینه به شدت کاهش پیدا بکنه. ما برنامه‌ریزی کردیم که سهم مردم از هزینه درمانی به حد اکثر 30% برسه. و برای که این اتفاق بیفته باید سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی به حداقل 7% برسه. ما به جامعه شاداب و بانشاد نیاز داریم. توسعه اماکن ورزشی در این بخش جز اولویت‌های ماست. سرانه 1 متر مربع بر هر نفر رو در بخش‌های ورزشی و برای پر کردن اوقات فراغت جوانان به خصوص در نظر گرفتیم. بحث جدی دیگه که دغدغه عموم جوانان ما هست بحث مسکنه. سن ازدواج در کشور ما حداقل 5 سال افزایش پیدا کرده. اگر ریشه‌یابی کنیم علت افزایش سن ازدواج رو، 2 تا عامل اصلی رو ما در این زمینه می‌بینیم. یکی بحث اشتغال هست، نگرانی زوج‌های جوان از بیکاری است و دیگری مسکن هست. مسکن یکی از دغدغه‌های زوج‌هایی که ازدواج می‌کنن. و مهمترین عامل بچه دار نشدن زوجهای ازدواج کرده مسئله مسکن هست. ما برای مسکن برنامه خاصی رو دیدیم تحت عنوان مسکن ماندگار. مسکن مهر یه پروژه خوبی بود، اما چون در عمل با اشکالات مدیریتی روبرو شد نتونست پاسخگوی نیاز باشه. ما طرحهای ویژه رو در ارتباط با مسکن فراهم کردیم. شعارمون مسکن برای همه است که امیدوار هستیم با برنامه‌هایی که تنظیم می‌کنیم بتونیم به این هدف راهبردی هم برسیم. زبدید شما رو در جریان سوالی که به کرات از من شده قرار بدم. سوال شده که چرا کاندیدا شدم و سوال دیگری مطرح شده که چرا در سال 84 که معاون اول رئیس جمهور بودم کاندیدا نشدم. حقیقتا در اون زمان احساس میکردم که من وظیفه‌مو انجام دادم. حدود 30 سال، 27-28 سال در خدمت کشور بودم، در سنگرهای مختلف خدمت کردم و الان زمان مناسبیه که برگردم به دانشگاه و به کار علمی بپردازم. چون در زمینه علمیم خوشبختانه موفق بودم، در رشته کار میکردم که ما یکی از مزیت‌های کشورمون بود، دانشجویان ممتازی رو داشتیم و احساس میکردم که اگر برگردم و در سنگر دانشگاه خدمت کنم برای خودم و برای دانشگاه بهتره. به همین دلیل خب در انتخابات حضور پیدا نکردم. متاسفانه با جنبندی که در 1-2 سال اخیر داشتم احساس کردم که باید به میدان بیام. تجربه در مجموع قابل قبولی رو در 3 دهه گذشته در بخش‌های مختلف مدیریت کلان کشور داشتم. ارتباط خوبی رو با نخبگان دارم. شرایط کشور طوریست که
نمیتوانم شانه زیر بار خالی کنم. باید عقلانیت بر کشور حاکم بشه. باید از تصمیمات مقطعی و موردی و غیر کارشناسی پرهیز بشه. باید خرد جمعی بر تصمیمات حاکم بشه. باید کشور رو با سیاست صدر اداره کرد. باید در چارچوب قانون عمل کرد. و بایدها و بایدهای دیگه‌ای که چون من خودم رو یک آدم قانونمدار می‌دانستم و همیشه اصرار به اجرای قانون داشتم و همیشه اعتقاد به خرد جمعی داشتم، همیشه با سیاست صدر کارها رو دنبال می‌کردم و سعی می‌کردم با اجماع امور رو به جلو ببریم، احساس کردم باید بیام به میدان. ازوی در ارتباط با سیاست صدرم که باز زیاد ازم سوال میشه، یک دو تا مثال بزنم. خب بیشتر شنوندگان و بینندگان عزیز ما جوانان هستند، دانشجویان ما هستند یا خانواده های دانشجویان. من در شرایطی مسئولیت دانشگاه تهران رو پذیرفتم که دانشگاه با مشکلات و گرفتاری های متعددی روبرو بود. در سال 73 اختلاف سیاسی بین دو جناح چپ و راست اون موقع دانشگاه رو در یک وضعیت متلاطمی قرار داده بود. دانشکده‌های بزرگ دانشگاه با اعتصاب و درگیری روبرو بودند. در آذر ماه 73 افتخار خدمتگزاری دانشگاه به عهده من واگذار شد. با تدبیر و سیاست و با نگاهی که به اداره امور داشتم و اون نگاه حرکت برد برد بود، حرکت روی مشترکات و پرهیز از گنده کردن اختلاف‌ها، تونستم در طول حدود 5-6 ماه دانشگاه رو به آرامش برسونم. وضعیت دانشگاه تهران طوری شد که دانشجویان چپ و راست در کنار هم با هم کار میکردن، با هم زندگی میکردن. ما انجمن اسلامی دانشجویان رو داشتیم، جامعه اسلامی دانشجویان که اصطلاح یک جریان راست بود، از مدیریت وقتی دانشگاه تهران نتونسته بود مجوز بگیره، مدیریتی که گرایشش به سمت راست بود به دلیلی که فضای دانشگاه تهران چپ بود. با فضای خوبی که در دانشگاه ایجاد شد، انجمن اسلامی دانشجویان در کنار جامعه اسلامی دانشجویان فعالیت کرد. ما به جامعه اسلامی هم مجوز دادیم. درگیری هایی در دانشگاه تهران بود. طبیعی است، دانشگاه است، دانشگاه باید فعال باشه، باید دانشجو پرسشگر باشه، دانشجو باید بانشاد باشه. طبیعتاً بانشاد بودن و پرسشگر بودن گاهی برای مدیر دانشگاه اشکالاتی را ایجاد میکنه. من با سیاست با دانشجویان برخورد کردم. خوبه این مثالی را بزنم تا سیاست را بدونید. ریاست یکی از دانشکده های دانشگاه تهران رو تغییر دادیم. یک جریان دانشجویی با این تغییر مخالفت کرد. در مراسم معارفه حدود 9 نفر دانشجویان به صورت خیلی ناگهانی در اتاق شورا رو باز کردند و شروع کردن به برخورد تند. بود 10 دقیقه اینا برخورد میکردن. با 300 با اینا برخورد شد. وقتی صحبت تموم شد، خواهش کردیم که از سالن برن بیرون و مراسم رو ادامه دادیم. با اینا هیچ برخوردی نکردیم. من اینو میگم به دلیل متاسفانه برخوردهایی که در چند سال گذشته با دانشجو شده. با 300 با این دانشجویان برخورد کردیم و خیلی از این دانشجویان عزیز بعداً رفقای من شدند. اخیراً در یک جلسه من شرکت کرده بودم، یکی از دانشجویان اون موقع که الان استاد شده بود اومد و با یک محبتی با من برخورد کرد و خاطره خودش رو به اساتید دیگه دانشگاه مطرح کرد. ببینید، لازمه مدیریت 300 تحمله. ما باید روی مشترکات حرکت بکنیم. من نگاه مدیریتیم همینه، یعنی اگر با رقیب خودم اختلاف 20-25-30% داشته باشم، این رو مطرح نمی کنم، اون رو علم نمی کنم. سعی می کنم که بر اساس مشترکات 70% جلو برم و مطمئنم که اگر حرکت رو با هم شروع بکنیم، کم کم اختلاف هم کمتر میشه، کمتر میشه و راه رو با هم جلو میریم. این منش مدیریتی من بوده. ولی متاسفانه می بینیم در سالهای اخیر دانشجو رو به دلایل دانشجویی یا به دلیل حضور در یک صحنه سیاسی، به دلیل حضور در انتخابات ستاره دار میکنند. این نه در شأن دانشگاه ماست، نه در شأن دانشجوی ما.
ما امیدوار هستیم که پرونده ستاره دار کردن دانشان رو برای همیشه ببندیم. دانشجو باید در دانشگاه رشد کنه. ما بریم باوریم که دانشگاه کارخانه آدمسازی است. بنابراین دانشجو باید اینجا دموکراسی رو تجربه کنه، سیاسی شدن رو تجربه کنه. باید در کنار فعالیت‌های علمیش، فعالیت‌های فوق برنامه و اجتماعی رو پیگیری کنه. من در خودم این شرایط رو می‌بینم. احساس می‌کنم که سیاست دارم. احساسم اینه که می‌توانم در بحران‌ها فعالیت بکنم. من در طول 3 دهه گذشته وقتی نگاه می‌کنم، جایی که خدمت کردم تقریبا با یه بحرانی روبرو بود و بعد از مدتی به آرامش رسید. بعد یه مثال دیگه بزنم. من در سال 60 در نیمه دوم سال 1360 معاون دانشجوی وزارت علوم بودم. در اون زمان بحث قطع ارز دانشجوی مطرح بود. وزیر کشور مشخص بود درآمد ارزی کم. جنگ تحمیلی رو ما باش روبرو بودیم. شرایط خاصی بود. ما تونستیم بر اساس ضوابط دانشجوی داخل کشور دانشجویان خارج از کشور رو سامان بدیم. از میان 150 هزار نفر 70 هزار نفر دانشجو شدن واجد شرایط. ما به راحتی تونستیم ارز مورد نیاز اینها رو تامین کنیم. به بعد از 5 6 ماه در ارتباط با دانشجویان خارج از کشور دیگه با بحران یا مشکلی روبرو نبودیم. بازگشایی دانشگاه‌ها یکی از مسائل سال‌های 50 و 60 بود. بنابر این بود که هر چه سریع‌تر دانشگاه‌ها بازگشایی بشه. نگرانی‌های در ارتباط با بازگشایی دانشگاه‌ها بود. خوشبختانه با تصمیمی که گرفته شد و با جدیتی که به خرج دادیم و استفاده از همه امکان تونستیم دانشگاه‌ها رو به خوبی بازگشایی کنیم. من این توانایی رو در خودم می‌دونم. در وزارت پست و تلگراف و تلفن با همین وضعیت روبرو بودیم. در دولت اصلاحات به خصوص در دوره‌ای که معاون اول بودم اختلافاتی که بین دستگاه‌های مختلف پیش می‌اومد سعی می‌کردم با رفاقت و با قد خدامنشی حلش بکنم، یا اختلافاتی که بین قوه مجریه با سایر قوا بود به طور طبیعی اختلاف پیش می‌اومد با صمیمیت و همدلی جلو می‌رفتیم. ما می‌تونستیم یه الگویی از همکاری رو بین قوای مختلف یا بین دستگاه‌های مختلف ارائه کنیم. اختلافات رو سعی کردم من کم کنم که به دلیل محدودیت وقت وارد مصادیقش نمیشم. این توانایی رو در خودم میدونم. آدم منظمی هستم، بخشناس هستم. در جلساتی که من شرکت میکردم تقریبا جلسه به موقع شروع میشد. خیلی از جلسات در کشور ما میدونید متاسفانه به دلیلی که مقام اصلی یا مهمان اصلی با تأخیر میاد، گاهی با تأخیرهای 50 دقیقه 40 دقیقه شروع میشه. من عموما جلساتی که شرکت میکردم سعی میکردم به موقع جلسه تشکیل بشه یا به عبارت احترام بذارم به وقت همه شرکت کنندگان در این جلسه. و یکی از رمزهای موفقیتم نظم و بخشناسی بود که باش روبرو بودم و به نظر میرسه و باورم اینه که برای که بتونیم کشورداری خوبی رو داشته باشیم باید بخشناس باشیم، باید به وقت دیگران، وقت خودمون ارزش قائل باشیم. به من در خودم این توانایی رو میبینم. در پایان اجازه میخواهم به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ ایران به شما ایرانیان عزیز، به جوانان عزیزم توصیه داشته باشم و اون اینه که تنها راه نجات کشور مشارکت جدی و حضور همه جانبه در سرنوشت خودمون هست. میدونم بخشی از جامعه ما، بخشی از نخبگان ما در سالهای گذشته با آسیب‌هایی روبرو شدند. برخی از دانشجویان ما به دلیل فعالیت‌هایی که در دانشگاه داشتن ستاره دار شدند یا به کمیته انضباطی معرفی شدند. تعدادی از اساتید دانشگاه بازنشسته شدند. در گزینش‌ها برخی از دوستان ما با بی‌مهری ها و کم مهری های روبرو بودن. اینا حوادثی است که متاسفانه اتفاق افتاد که بیشتر بر اساس سلیقه مدیر بخش یا مسئول زیربط بود. باید این مسائل رو حل بکنیم. باید به امید به آینده و با نگاه به آینده از گذشته عبور کنیم. ما هیچ راهی جز امید نداریم.
باید امید به آینده داشته باشیم، باید بدانیم که باید کشور خودمان را خودمان بسازیم. سند چشمانداز میثاق همه ماست. رسیدن به جایگاه سند چشمانداز میثاق همه ایرانیان است. تحقق اهداف این سند هیچ راهی جز همدلی و تفاهم و همکاری نداره. باید دست به دست هم بدیم، با استفاده از همه امکانات خوبی که در کشورمون هست، همه پتانسیل ها و ایجاد یک فضای صمیمی و دوستانه برنامه ریزی کنیم برای رسیدن به افق چشم‌انداز. شدنیست. می توانیم جامعه پیشرفته داشته باشیم، می توانیم کشور را روی ریل تعالی و پیشرفت قرار بدیم، می توانیم پاسخگوی نیازهای به حق مردمان باشیم، می توانیم کانون خانواده ها را گرم کنیم، می توانیم نرخ ازدواج را افزایش بدیم، می توانیم نرخ طلاق را در کشور کاهش بدیم، می توانیم همه مشکلات را اگر با هم باشیم، اگر در همه صحنه ها حضور داشته باشیم، اگر در انتخابات حضور پرشوری داشته باشیم و با مطالعه به فرد اصلح که توانایی اداره کشور را داشته باشه و فردی که بتواند شرایط کشور را به سمت اصلاح و به سمت پیشرفت هدایت کنه رأی بدهیم، آینده خوبی انشاءالله برای همه ما و به خصوص برای جوانانمون رو ما پیش بینی میکنیم. از حوصله ای که به خرج دادید صمیمانه تشکر میکنم. تشکر میکنم که به صحبت های من گوش دادید. من نکته ای رو خوب اشاره کنم که معمولا در عمر مدیریتم هیچ وعده ای رو نمیدادم و اگر وعده میدادم حتما عمل میکردم. بنابراین به شما اطمینان میدهم که اگر افتخار خدمتگزاری رو به من دادید به همه وعده هایی که دادم عمل کنم. به امید روزی بهتر و آینده‌ای بهتر برای کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران.